میرحسین موسوی، جوانترین نخست وزیر پس از مشروطیت، جایگاه دوم طولانی ترین دوران نخست وزیری ایران را پس از امیرعباس هویدا به نام خود ثبت کرده است. میرحسین دانش آموخته معماری دانشگاه ملی که همراه همسرش زهرا رهنورد برای مدتی سرگرم تحصیلات تکمیلی در آمریکا به سر می‌برد، آنچنان از پیشینه سیاسی برخوردار نبود که تا مقام نخست وزیری ارتقا یابد. اما اجرای برنامه‌های عدالت‌خواهانه در دوران اقتصاد جنگی محبوبیت و شهرت بزرگی برای او به بار آورد. با وجود کنارگیری او از سیاست در همه سالهای پس از جنگ که شکاف طبقاتی در جامعه را به شدت افزایش داده بود، شاید عامل مؤثری در گرایش اذهان عمومی به میرحسین موسوی و انگیزه بزرگی برای حضور وی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری 88 شد. اما این بار میرحسین با طبقه جوانی روبرو بود که محمد خاتمی را بیشتر از او می شناختند. ایران 88 دیگر ایران دوران جنگ نبود. برای همین برنامه پیشنهادی موسوی برای پیروزی تلفیقی از گرایش‌های سوسیالیستی دوران جنگ و دموکراسی خواهی دوران خاتمی شده بود. زهره کاظمی، معروف به زهرا رهنورد، متولد 1324، بروجرد، مجسمه‌ساز، پژوهشگر و از رهبران برجسته جنبش سبز است که همراه همسرش میرحسین موسوی از 25 بهمن 1389 تا کنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد. زهرا رهنورد دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد و نخستین رئیس دانشگاه الزهرای تهران است. پیشینه زهرا رهنورد نمایانگر تلفیق سیاست و فرهنگ در چارچوب باورهای ایرانی اسلامی است. به عنوان معلم تاریخ هنر و کسی که به تاریخ توجه کرده و اسناد معتبرش هم دیده، وقتی به کتیبه های تخت جمشید نگاه میکنم میبینم که کسانی که به داریوش دارن هدیه میدن نه تنها از تمام اقوام ملیت های خود نژاد های حوزه امپراتوری هخامنشی هستن، بلکه در واقع رنگ ها، چهره ها، لباس ها، هدایا، همه چیز تنوع داره. تندیس مادر با عنوان تندیس نرگس عاشقان که از سال 1373 در میدان مادر تهران نصب شده، یکی از آثار هنری زهرا رهنورد است. اثری که تجلی هنری نگاه ایرانی اسلامی اوست. مهدی کروبی، متولد 1316، علی گودرز، از روحانیون انقلابی حامی آیت الله خمینی و زندانیان سیاسی سرشناس پیش از انقلاب است که پس از انقلاب نیز همواره یکی از چهره‌های وفادار به آیت الله خمینی باقی مانده و مناصبی همچون ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست بنیاد شهید را بر عهده گرفت. برجسته‌ترین اقدام وی انشعاب درون روحانیت مبارز به عنوان تأثیرگذارترین تشکیلات سیاسی مذهبی پس از انقلاب بود. این انشعاب که به پشتیبانی آیت الله خمینی صورت گرفت، بعدها زمین ساز نامزدی و پیروزی سرنوشت ساز محمد خاتمی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1376 شد. ریاست مجلس ششم شورای اسلامی، مجلسی که در تاریخ مجالس قانونگذاری جمهوری اسلامی متفاوت بوده است.